بیکاری بزرگترین چالش صدراه جوانان در کشور. روح‌الله نادری جوانی که پس از فراغت از دو دانشکده مدت هاست که از بیکاری رنج میبرد. فارغ التحصیل از رشته علوم اجتماعی و همچنان فارغ التحصیل از رشته قضا و سرنوشت دانشگاه خصوصی ولایت مزار شریف که مدت یک سال میشه بعد از فراغت تباه و در بدر میگردیم، در بدر و دروازه به دروازه و وزارت به وزارت، اما هنوز که هنوز است ما کار گیر ما نامده. در هر تا فعلا ما بیش از 20 جای ما فرم پر کردیم و سیوی دادیم، هنوز حتی ما شارلیست نشدیم. اینجا در یک اعتراض نمادین با پوشیدن لباس فراغت، خواهان توجه نهادهای مربوطه در راستای اشتغالزایی برای جوانان کشور شده است. اگر ما حتی ما در بعض جای ها در بست خانه سامان ما فرم پر کردیم، سیوی دادیم، اما بنا به این که ما واسطه نداشتیم، شناخت نداشتیم، زور نداشتیم، اولاد غریب بودیم، بنا به امین نسبت ما اون شارلیست نشدیم. پس خواهان ما از دولت خواهش میکنیم که در عرصه کاریابی و اشتغالزایی در برای جوانا کوشش بکنه و یک سهولت فراهم بکنه تا اینکه جوانا مصروف شود در کشور. و خودتان همه در جریان هستند که تعداد زیاد از جوانا و تحصیلکرده ها امروز بنا به عدم کار و کسب کار در کشور مسافر کشورهای دیگه میشن. او ملاک تعیین بست در ادارات کشور را زور، پول و واسطه میخواند. یگانه چیزی که من تا امروز بیکار هستم این است که شناخت ندارم، واسطه ندارم. حتی من در بعضی وزارتخانه ها که رفتیم به من این رقم گفته شده که تو را کی روان کرده، از طرف کی معرفی شده تو. حتی در بعضی وزارتخانه ما رفتیم، مثلا در وزارت عدلیه رفتیم، از نمو شخص دانیدار مرا را نداده، گفته تو را کی معرفی کرده. خلاصه یگانه نکته و دلیلی که ما فعلا بیکار ماندیم نداشتن واسطه و زور و شناس هستن. این در حال است که با وجود وعده های حکومت در راستای اشتغالزایی برای جوانان در کشور، هنوز هم سرنوشت برخی از تحصیل یافتگان گره خورده به بیکاری و یا هم صفاکاری.